Why can't sharks stop moving? Will we ever transplant a human brain? What makes us hot or cold-blooded? آنچه باید بدانی، ماوراء الطبیعه. آیا جن‌گیری واقعا شما را از شر شیاطین آزاد می‌کند؟ آیا می‌توان از ارواح فیلم برداری کرد؟ آیا یک روح شیطانی می‌تواند به شما آسیب فیزیکی برساند؟ آیا بعضی انسان‌ها می‌توانند با ارواح صحبت کنند؟ و آیا زامبی‌ها واقعا بر روی زمین راه می‌روند؟ When he came into the hospital, he actually stated that he was a zombie. در 30 دقیقه آینده با آنچه باید بدانید همراه باشید. داستان یک دختر 12 ساله که به تصرف شیاطین درآمده بود، اولین بار در سال 1973 روی پرده آمد. فیلم جن‌گیر آنقدر وحشتناک بود که برخی از تماشاچی‌ها به تهوع دچار می‌شدند یا غش می‌کردند. این فیلم همچنان یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما است. ولی آیا می‌دانید که الهام بخش جن‌گیر یک داستان جن‌زدگی واقعی بوده؟ داستان واقعی درباره دختری 12 ساله نبود، بلکه درباره پسری 13 ساله بود. گزارش‌های رسمی برای اشاره به او تنها از حرف آر یا ر استفاده می‌کنند. رفتار عجیب ر اولین بار در سال 1949 و پس از مرگ عمه‌اش آغاز می شود. ر شروع می کند به شنیدن صداهای دلخراش از درون دیوارها و دیدن اشیاء پرنده. وقتی آن پسر روی صندلی یا تخت می نشست، آنها خود به خود به حرکت در می آمدند. آن وقت بود که والدینش تصمیم گرفتند با کلیسای کاتولیک تماس بگیرند. اما اولین تلاش برای جنگیری به فاجعه ختم شد. ر با یک فنر تخت خواب از آرنج تا مچ دست کشیش را برید، به طوری که زخم دست او 100 بخیه خورد. بعد روی بدن ری کلماتی ظاهر شد که از خراش‌های آنها خون می‌آمد. یکی از این کلمات یعنی لوئیس خانواده ری را برانگیخت تا برای کمک گرفتن به زادگاهشان یعنی سنت لوئیس بازگردند. در آنجا کشیش‌ها در یک بیمارستان کاتولیک به یک جن‌گیری دیگر اقدام کردند. در ادامه برنامه متوجه می‌شوید که دومین جن‌گیری چه سرانجامی داشت. حالا وقت مطرح کردن یک سوال ترسناک است. درست یا غلط؟ احساس وحشت کردن میتواند ناشی از میدانهای مغناطیسی باشد؟ پاسخ درست است. پاسخ سوال ما از مطالعه‌ای ناشی میشود که در سردابه‌های ادینبرگ انجام شده. قرن‌ها قبل اینجا مردم در مجموعه‌ای از سردابه‌ها و راه‌های زیرزمینی زندگی و کار می‌کردند. امروز اینجا را یکی از وهم‌آلودترین نقاط روی زمین می‌دانند. سوژه‌های تحقیقاتی متعدد نشان داده است که برخی اتاق‌های اینجا از بقیه ترسناک‌ترند. The haunted vaults have a rather unusual variation in their magnetic fields. People are walking in, and those fields are having a rather unusual effect on their bodies and maybe their brains, and that accounts for the experiences that they're having there. درست یا غلط؟ تجربه یک وحشت بزرگ ممکن است برای سلامتی شما مفید باشد. پاسخ درست است. وقتی که ما میترسیم ضربان قلبمان افزایش یافته و حواسمان شدیدتر کار میکند، اما به محض اینکه از خطر دور میشویم بدن ما آرام میشود. به بیان دیگر یک ترس خوب در واقع تنش ها را از بین میبرد و البته این چیز خوبی است. درست یا غلط؟ بخشی از مغز شما که واکنش ترس را به وجود میآورد همان بخشی است که برانگیختگی جنسی را کنترل میکند. پاسخ درست است. بادامی مغز هر دو کار را انجام می‌دهد. بادامی یک خوشه بادامی شکل از نورون‌هاست که در قطعه گیجگاهی میانی مغز قرار دارد. این ترکیب می‌تواند توضیح دهد که چرا همه ما ترس خوب را دوست داریم. آیا کسی توانسته وجود یا عدم وجود ارواح را اثبات کند؟ از اولین روزهای پیدایش عکاسی کسانی ادعا کردند که وجود ارواح را بر روی فیلم ثبت کردند. این تصویر که در سال 1936 گرفته شده، تصویر مشهور روح بانوی قهوه‌ای است که در سرسرای 400 ساله رین‌ها در بریتانیا عکس برداری شده. در سال 1982، عکاسی به نام کریس برکلی از داخل کلیسای سنت بوتولوف لندن عکسی می‌گیرد. بعدها کریس متوجه می‌شود که در زمان گرفتن عکس تنها نبوده. در حالی که اصالت برخی از این عکس‌ها همچنان محل مناقشه می‌باشد، اما بسیاری از آنها حیله‌های بیش نیستند. برای چشم امروزین تقلبی بودن عکس‌های جن و پری کاتینگلی که در سال 1917 گرفته شده کاملا مشخص است. اما در آن روزگار حتی سر آرتور کانان دویل نویسنده داستان‌های شرلوک هولمز متقاعد شده بودند که آنها واقعی هستند. سپس دو دختر جوان بعدها اقرار کردند که عکس‌های جن و پری را از یک کتاب داستان بریده و آنها را با سنجاق به زمین وصل کرده بودند.
Only when glass plate negatives were developed, allowing double exposures, did spirits begin to appear. You can see this ghostly figure, and you can see the overlap. This is almost certainly a double exposure. با این حال عکس‌هایی وجود دارد که رد کردنشان سخت‌تر از بقیه است. مزارع لوئیزیانا به داشتن ارواح بسیار معروف است، ولی تنها از یکی از آنها اثری روی فیلم ثبت شده. We call it the Chloe picture. You can literally count the boards on the house through her body. When you look in that picture, it really will. I mean, it will just raise the hair on the back of your neck. کلوئی در دهه اول قرن 19 به عنوان برده در این مزرعه کار می‌کرده. بنابر افسانه ها پس از آنکه ارباب او به خاطر استراق سم گوشش را می‌برد، او اعضای خانواده اربابش را می‌کشد. او برای پنهان کردن جای زخمش یک روسری سبز به سر می‌کرده. Just so resembles the uniform that she wore, the black garb with the turban on her head and the small feather coming out of the top of her turban. آیا این یک روح است یا فقط یک سایه است؟ در عصر دیجیتال امروز هر کس در جیبش یک دوربین دارد. بنابراین گرفتن عکس‌های ترسناک راحت‌تر از همیشه شده. دستکاری عکس‌ها از این هم راحت‌تر است. در ادامه برنامه چیزی را می‌بینید که ادعا می‌شود بزرگترین شاهد ضبط شده روی فیلم از حضور ارواح است. در ادامه داستان تنها روحی که یک قتل در جهان واقعی به او نسبت داده می‌شود. علاوه بر ارواح، ارواح مزاحم هم وجود دارند. فرق این دو چیست؟ متخصصان ماوراءطبیعه معتقدند این دو گونه از ارواح وجود دارند، اما ادعا می‌کنند که ارواح مزاحم به مراتب مهاجم‌تر و خشن‌ترند. قدمت گزارش‌های حاکی از فعالیت ارواح مزاحم به صدها سال پیش باز می‌گردد. در دهه اول قرن 19، جان بل خانواده‌اش را به مزرعه‌ای در آدامز تنسی منتقل می‌کند، اما به نظر می‌رسید که کلبه آنها قبلاً اشغال شده. آنها شبها صداهای عجیب و غریب می‌شنیدند و دختر خانواده بتسی کیسه شنی روحی شروع شده بود که خیلی زود به جادوگر بل مشهور شد. در سال 1819 و با گسترش شایعه روح مزاحم، ژنرال اندرو جکسون به مزرعه بل رفت تا خودش روح را ببیند. اما پس از روبرو شدن با روح شیطانی، رئیس جمهور بعدی آمریکا پا به فرار می‌گذارد و از او نقل کردند که روبرو شدن با خشم ارتش انگلیس را به دیدن آن روح شیطانی ترجیح می‌داده. عاقبت جان بل میمیرد. میگویند او به دست جادوگر بل به قتل رسیده. John Bell has been referred to many times as the only man in history that's ever been killed by a spirit. احتمالاً مشهورترین مورد ارواح مزاحم به واقعی برمیگردد که در سال 1977 و در انفیلد واقع در شمال لندن اتفاق می‌افتد. گفته می‌شود که یک روح مزاحم کودک 11 ساله‌ای به نام جنت و خانواده‌اش را وحشت زده کرده بود. دوربین‌ها صحنه‌هایی را شکار کردند که در آنها جنت به هوا پرتاب شده و اسباب اساسی منزل در حال پرواز دور اتاق هستند. مدعیان حدس می‌زنند که این تصویری از پریدن جنت بوده. Flat in bed. The next shot, the covers come away. Arms were flat by her side. There is no picture of her between flat and coming out of the bed. She's gone from that to that. She's literally flying in a sixth of a second. پژوهشگر ماوراءطبیعه موریس گروس ادعا می‌کند که از طریق جنت با روح مزاحم صحبت کرده و برای اثبات این ادعا نواری ضبط شده در اختیار دارد. پس چطور می توانید بفهمید که خانه شما پر از ارواح شده یا فقط خواستن سر به سرتان بگذارند؟ معمولا توضیحات ساده‌ای وجود دارد. حیوانات شبگرد سر و صداهایی شبیه به ارواح تولید می کنند. یا اینکه بتانه‌کاری ناقص پنجره ها به اتفاقات مرموز می انجامند. علاوه بر این مردم از چیز دیگری هم میترسند، چیزی که در نگاه اول غیر قابل توضیح به نظر میرسد، چیزی که زیر صوت نامیده میشود. موج‌های صوتی با فرکانس پایین که از منابع گوناگون، منابع طبیعی یا منابع ساخته انسان صادر شده و برای انسان‌ها غیر قابل شنیدن میباشد. قطارهای مترو یکی از منابع احتمالی زیر صوت هستند.
یکی دیگر از این منابع فعالیت‌های لرزه زمین است. شاید باورتان نشود، اما تأثیرات زیر سوت‌ها بر انسان دامنه وسیعی از تأثیرات عجیب و غریب را شامل می‌شود، از اضطراب گرفته تا احساس شکنده شدن ستون فقرات. پس از مرگ چه اتفاقی می‌افتد؟ بهشت، جهنم یا چیزی کاملاً متفاوت؟ برای بسیاری از 1 میلیارد جمعیت هندو و بودای جهان پاسخ این سوال تناسخ است. برای 2 خانواده سریلانکایی این پسر بچه شاهدی است که همه چیز را ثابت می کند. چاتورا 3 ساله بود که شروع کرد به گفتن خاطراتی از زندگی قبلیش که در آن سرباز بوده و مرگ خشونت باری که داشته است. He said this was not his home. He constantly cried because he wanted to go to his real home. He said, "You are not my mother. My mother is lighter skinned and heavier than you." He used to cry all the time. داشتن خاطراتی از زندگی قبلی در فرهنگ سریلانکایی امری پذیرفته شده است، اما فقط عده‌ای محدود میتوانند بگویند در زندگی قبلیشان دقیقاً چه کسی بودند. اما چاتورا ادعا میکرد که علامت مادرزادی روی گردنش شاهدی است بر اینکه او قبلاً شخص دیگری بوده و با شلیک تیر کشته شده. او به وضوح زندگی با پدر و مادری متفاوت در نارامولا را به یاد می آورد. We had to persuade them to even put it in the newspaper. They didn't want this to be published. این داستان توجه ام پی مارتین و همسرش را به خود جلب کرد. آنها متوجه شدند که داستان چاتورا شبیه به داستان پسرشان است. خانواده مارتین اهل نورامولا بودند و پسرشان دایاندانا در یک زد و خورد نظامی مجروح و کشته شده بود. چاتورا هرگز خانواده مارتین را ندیده بود، ولی جزئیات عجیبی درباره آنها می‌دانست. او می‌دانست که آقای مارتین بنا بوده و از خانه‌ای با سقف کاهگلی صحبت می‌کرد که قبل از مرگ او به خاطر زخم‌های سر و گردنش پدر برای او ساخته بود. He stared for a long time, then he said, "Daddy," and his eyes filled with tears. We all cried too. تصادف، فکر کردن به چیزی که آرزو می‌کنیم یا چیزی دیگر؟ در ادامه برنامه، آیا زامبی ها واقعا وجود دارند؟ این مرد میگوید وجود دارند چون خودش یکی از آنهاست. و در ادامه، آیا این بزرگترین شاهد فعالیت های ماوراءالطبیعی است که بر روی فیلم ضبط شد؟ آیا زامبی ها واقعا بر روی زمین راه می روند؟ از نظر بسیاری از اهالی هایتی، زامبی ها فقط در ویدیوهای مایکل جکسون وجود ندارند. مرده های زنده شده موضوعی واقعا نگران کننده است. اما در هایتی مردم به آیین وودو باور دارند که کاهنان آن می توانند مردگان را دوباره زنده کرده و از آنها چون برده استفاده کنند. Yes, I've seen zombies. I've seen someone who has died and come back to life. به نظر غیر ممکن می آید، اما نه به نظر این مرد. او می تواند شاهد زنده ای باشد بر وجود زامبی ها. در سال 1962 در این بیمارستان مرگ کلارویوس نارسیس اعلام شد. این مورد عجیب وقتی به وجود آمد که او سالها بعد به بیمارستان برگشت و درخواست معالجات پزشکی کرد. The physician states here 61-year-old male who claims to be a zombie. He also has a hernia. Scientifically, I cannot explain it. All I can say is there are things in this world which are unexplained. می توانید به یکی از روزهای عجیبی که در محل کارتان داشته اید فکر کنید؟ متصدی کفن و دفنی که کلارویوس را دفن کرده بود وقتی با مشتری درگذشتش روبرو شد کاملا شوکه شد. When he came back, I saw that it was him. He showed me a scar where I had hit him with my hammer when I was nailing him into his coffin. نارسیس ادعا می کند که یک جادوگر او را از قبرش بیرون آورده، او را دوباره زنده کرده و سالها از او بردگی کشیده. احمقانه به نظر می رسد، البته فقط تا وقتی که از بعضی از رازهای جادوگران چیزی نمی دانید. آنها نحوه استفاده از قدرت شیمیایی گیاهان و جانوران دور برشان را می شناسند. یکی از سمیترین آنها وزغ دریایی است، نوعی ماهی پف کننده که آنها آن را کباب کرده و به پودر تبدیل می کنند. If you're passing by, I can take the powder out of my pocket and blow it on you.
کسانی که در معرض این سم قرار میگیرند تنفسشان سخت و سطحی شده و همه گمان میکنند که آنها مرده اند، اما این سم روی مغز تأثیری ندارد. بنابراین قربانیان فلج میشوند ولی کاملا هوشیار باقی میمانند. تا زمانی که امکان تنفس برای آنها وجود داشته باشد، امکان احیا یا زنده شدن دوباره وجود دارد. اما اگر مقدار سم خیلی زیاد باشد، نه آیین‌های وودو و نه علم پزشکی مدرن قادر به نجات دادن شما نخواهد بود. ماوراء الطبیعه به تجارتی پر رونق تبدیل شده. ارواح، گیزموها، فیلم‌های ترسناک و اشباح وحشتناک باعث می‌شود تا میلیون‌ها نفر سراغ کیف پولشان بروند. اگر بدانید که بعضی‌ها برای در اختیار داشتن گوشه‌ای از ماوراء الطبیعه چه مبالغی پرداختند، شگفت‌زده خواهید شد. روحی در یک گلدان وقتی در ایبی به مبلغ 50,000 دلار به حراج گذاشته شد، به صدر اخبار رفت. درباره این یکی چه می‌گویید؟ پنیر کبابی مریم مقدس که گویا تصویری مقدس است که در هنگام پخت یک نان بر روی آن ظاهر شده. دستور آشپزی معجزه آسا. کازینوی اینترنتی goldenplace.com به خاطر این تهدید از خیر 28,000 دلار مشتری مهم گذشت، ولی در طول این روند شهرت معنوی بسزایی به دست آورد. در ادامه برنامه بر سر پسر بچه‌ای که فیلم جنگیر بر اساس داستان واقعی زندگیش ساخته شد چه می آید؟ در این برنامه با شما درباره پسر بچه‌ای 12 ساله به نام ره صحبت کردیم که داستان زندگیش الهام بخش ساخت فیلم جنگیر بود. ره توسط شیاطین خشنی که او را تسخیر کرده بودند شکنجه می‌شد. وقتی کلمه لوئیس با خراش‌های خونین بر روی سینه ره ظاهر شد، خانواده او به امید دریافت کمک به شهر سن لوئیس برمی‌گردند. والتر هالوران در آن زمان دانشجوی 27 ساله‌ای بود که در دانشگاه سن لوئیس تحصیل می‌کرد. این اولین باری بود که با ره ملاقات می‌کرد و شاهد رفتار دیوانه وارش بود. It spit on you with amazing marksmanship. He hit you right in the face 5 feet away. اما پسر بچه فقط مشغول کتک کاری و تف کردن نبود. پدر هالوران ادعا می‌کند که علائم خونی را که روی بدن ره به وجود آمده بود دیده است. Looked like the, you know, caricatures of the devil. Horns. I could see his hands. He wasn't doing it. این تجربه دلخراش هفته‌ها ادامه پیدا کرد. از ره صدایی شیطانی بیرون می‌آمد و می‌گفت که روح شرور هرگز او را ترک نخواهد کرد. A voice came and said that I will not leave until a certain word is said. But the child will never say it. I'll never say that word. اما در روز عید پاک صدایی دیگر از پسر بچه بیرون آمد که با گفتن دومینوس به شیطان فرمان میداد بدن او را ترک کند. دومینوس کلمه ایست لاتین به معنای خداوند. شاهدان عینی صدای شلیک یک تیر را شنیدند. کشیش ها معتقدند که گفتن کلمه دومینوس سرانجام ره را از تصرف شیطان نجات داده. اما آیا ره واقعا در تصرف شیطان بوده یا مورد او یک اختلال روانی شدید بوده؟ به هر حال داستان جنگیر در سراسر دنیا مشهور می شود. این به هیچ وجه تنها مورد نیست. اخیراً کلیسای کاتولیک بار دیگر اعتقاد خود به وجود شیاطین و قدرت جنگیری را تایید کرده است. در سال 1999 و در دوران رهبری پاپ ژان پل دوم، واتیکان برای اولین بار پس از سال 1614 در رهنمودهای خود در باب جنگیری تجدید نظر کرد و در اواخر سال 2005 دانشگاه اسقفی در روم دوره‌ای را به درس‌های خود اضافه کرد تا به کشیش‌ها آموزش دهد چگونه میان تصرف‌های شیطانی و دیگر معضلات روانی یا جسمی تفاوت قائل شود. اما شیاطین فقط مختص کاتولیکا نیستند. اینها آیین‌های جنگیری واقعی هستند که در کلیسای ارتدوکس شرقی روسیه اجرا می‌شود. خانم مممسکی ادعا می‌کند که سرطان سینه او به وسیله شیاطین به وجود آمده و با ایمان درمان شده. Doctors explained to me that I had an aggressive cancer. I was beating myself screaming. But that wasn't me. Those were demons. Now I know that demons and cancer have the same face.
کشیش ها مشکلات واضح جسمی و روانی پیروان خود را به پزشکان و روانشناسان ارجاع می دهند. ولی آنها ادعا می کنند که در برخی موارد تنها جنگیری می تواند از پس معالجه بیمار برآید. Are we against our own faith? You don't want God to do any miracles? So many people get healed, and not only the spiritually ill, but also the physically ill people. هنوز متقاعد نشده اید این تصاویر ممکن است از شما یک معتقد به ماوراءالطبیعه بسازد. خیلی ها معتقدند که این شاهدی است از وجود ارواح که بر روی فیلم ضبط شده. این تصاویر یک دوربین مداربسته در کاخ همپتون کورت انگلستان است. این کاخ محل سکونت هنری هشتم و شش همسرش بود. شش همسری که دو تا از آنها سرشان را از دست می‌دهند. در سال 2003 برای سه روز متوالی آژیر خطر نگهبانان را به سوی دربین نسوز راهنمایی می‌کند. نگهبان‌ها درباره موضوع تحقیق می‌کنند ولی کسی را نمی‌بینند. اما وقتی به سراغ نوارهای دوربین مخفی می‌روند، در کمال تعجب با چهره‌ای کلاه به سر روبرو می‌شوند که در آستانه در ایستاده. با اینکه کاخ هیچگاه وجود روح را قبول نمی‌کند، ولی همچنین نمی‌تواند درباره این تصاویر توضیح بدهد. این چیزی است که این تصاویر را با ماوراءالطبیعه مرتبط می‌کند. بعضی چیزها را نمی‌توان به سادگی توضیح داد و هر کس باید خودش در این باره تصمیم